درود بر شما دوستان و همراهان کانال سرانه، لطفاً تا پایان این گزارش با ما همراه باشید. روز دوشنبه دوم آبان 1401، 24 اکتبر 2022، گروهی از پزشکان در شهر شیراز در مقابل سازمان نظام پزشکی این شهر تجمع کردند و خواستار پایان حکومت جمهوری اسلامی شدند. اگر تمام مردم در یک لحظه یک چیز را بخواهند، این قدرت حریفی نخواهد داشت و آزادی برای همه خواهد. یکی از پزشکانی که در این تجمع سخنرانی کرد، دکتر مهران فریدونی، متخصص پزشکی قانونی بود که درباره قتل مهسا امینی صحبت کرد. شبکه ایران اینترنشنال پیشتر افشا کرده بود که فریدون نوحی از پزشکان معتمد علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تلاش کرده تا در پرونده قتل مهسا امینی دستکاری کند و دست کم از 3 پزشک متخصص قلب خواسته تا در پرونده پزشکی مهسا امینی نوشته شود او مشکل قلبی داشته. اما دکتر مهران فریدونی در سخنرانیش در جمع پزشکان شیرازی افشا کرد که او و همکارانش بر اساس دانش و تجربه‌ای که دارند علتی را که حکومت به عنوان دلیل فوت مهسا امینی اعلام کرده قبول ندارند. یکی در رابطه با علت فوت تعیین شده برای مهسا امینی، این علت فوت تعیین شده به هیچ عنوان مورد نظر ما بچهای پزشکی قانونی از لحاظ ما با توجه به تجربه‌ای که داریم، با توجه به جسدهای زیادی رو که دیدیم، با توجه به آموزش‌هایی رو که دیدیم، از لحاظ ما اگر مهسا امینی ضربه نخورده باشه، اگر آثاری از تروما در بدن وجود نداشته باشه، اگر آثاری از بیماری زمینه‌ای در قلب و مغز وجود نداشته باشه، استرس نقش اساسی رو در مرگ این مرحوم داره. دکتر مهران فریدونی در بخش دیگری از سخنرانیش از ممانعت و مزاحمت حکومت جمهوری اسلامی برای ارائه خدمات پزشکی به معترضان زخمی شده توسط نیروهای سرکوبگر به شدت انتقاد کرد. افرادی که از افراد عادی بودن زخمی شدن، حتی جرأت نکردن به بیمارستان ها مراجعه کنن و چه ظلمی به اینا وارد شد. ننگ بر این حکومت که در واقع زخمی شده بود در اتاق عمل، نیروی بسیجی در اتاق عمل ازش فیلم برداری میکنه. به چه دلیل؟ به چه عقلی؟ چرا در بیمارستان بیشرف؟ تجمع پزشکان شیرازی لحظاتی بعد با حمله نیروهای سرکوبگر حکومتی پایان یافت، اما گزارش شده که دکتر مهران فریدونی همان شب توسط ماموران حکومتی در منزلش بازداشت شده. حمله به پزشکان تجمع دو آبان پزشکان شیراز داخل نظام پزشکی فرانچت پزشکان داخل ما نظام پزشکی گیرند افتن و هم با تیر میزنند و هر کسی که بیرونه نرسید داره داخل و با تیر زنن یه دارم داخل گیر انداختن بچه ها رو اصلا نمیشه نزدیک رفت. پس از افشای خبر تلاش نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی برای روبودن علی کریمی با کمک مهران مدیری، روزنامه تایمز لندن هم در گزارشی با استناد به اظهارات مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی، به همین موضوع پرداخته. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه ظاهراً در واکنش به این ماجرا تلویحاً علی کریمی را به مرگ تهدید کرده. فارس در مطلبی متوهمانه تحت این عنوان که مراقب جان علی کریمی باشید نوشته، کریمی دیروز در توییتی اعلام کرد که از طرق مختلف تهدید شده و احتمال خطر برای او وجود دارد. فارس افزوده، قابل پیش بینی است در شرایط کنونی خون کریمی از نفس او بیشتر به درد ضد انقلاب می‌خورد. فارس خیزش انقلابی مردم ایران را آشوب خوانده و نوشته، در شرایطی که آشوب‌ها فروکش کرده و رسانه‌های ضد انقلاب برای بازتولید آشوب‌ها نیازمند یک شوک جدی هستند،
کریمی میتواند سوژه خوبی برای تحریک عواطف عمومی باشد. بدین ترتیب خبرگزاری فارس وابسته به سپاه در یک سناریوی ابلهانه آخوندی مدعی شده است که این احتمال وجود دارد که مخالفان حکومت جمهوری اسلامی برای آوردن مردم به خیابان علی کریمی را به قتل برسانند. البته مردم ایران برای ادامه اعتراضات و تلاش برای سرنگونی حکومت نیازی به این سناریوهای متوهمانه ندارند، چرا که اعتراضات ضد حکومتی روز سه‌شنبه سوم آبان 1401 هم ادامه داشت و پیشبینی می شود روز چهارشنبه به مناسبت 40 قتل مهسا امینی گسترش بیشتری داشته باشد. 38 مشهد اگر خامنه ای سقوط نزدیک است. حکومت سرکوبگر جمهوری اسلامی در حالی که در خیابانها معترضان را به قتل می رساند، دلیل قتل آنها را خودکشی و بیماری زمینه‌ای و مصرف الکل اعلام می کند، سلبریتی ها و افراد مشهور حامی مردم را به سرکوب و قتل تهدید می کند، همزمان نمایندگانش را به میان مردم می فرستد تا آنها را به گفتگو دعوت کند. علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت شش کلاسه پس از آنکه روز دوشنبه با فحش‌ها و اعتراضات دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر تهران مجبور شد سخنرانیش را نیمه کاره رها کند، روز سه‌شنبه به دانشگاه قم رفت تا شاید در آنجا طرفدارانی پیدا کند. اما دانشجویان دانشگاه قم هم به همان شیوه دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر از بهادری جهرمی پذیرایی کردند. حسین 31 روز از احتساب قضاست، حالش خیلی وخیم است. ماهی دودن 20 روز از در تهران هستیم و هنوز کسی به ما جواب قانونی نداده. به دادستانی مراجعه کردیم و معاون قضایی دادستان به 31 دادسرای این نامه ارسال نموده. من علت این را نمیدانم. اطلاعات کشور چگونه فرزند من خود به دادسرای اوین میخواست بره با دو وکیل، با ماشین هم اومدن حمله کردن زدن، یک پاشو شکنده بودن و خودشان را میخواستن بدزدن و خفش میکردن. کدام قانون میگه که پسر منو بدزدن و کلاشو بدزدن اطلاعات اجازه ندهند تا کنون فرزند من تحت درمان قرار بگیرد؟ قدرت تحت در دست سپاه و اطلاعات سپاه است. چندین بار خودم را و خانوادم را به من تهدید کردند. باید مردم ایران در کشور امنیت ندارد. که در صورتی که کوچکترین مشکلی برای حسین ودود یاد به خانوادم، مسئول اطلاعات کشور است، وزیر اطلاعات است، رئیس قوه قضایی است، دادستان کل کشور است و دادستان تهران است و فرمانده کل قوا آقای خامنه‌ای مسئول است. من هرچه سریع‌تر آزادی فرزندم را می‌خواهم.
چگونه اجازه نمیدهند حسین با خانوادش تماس بگیرند. حسین را تحت شکنجه قرار دادند، زیر شکنجه قرار دادند، اعتراف بگیرند، اعتراف تلویزیونی بگیرند. در این کشور قانون نیست، قانون حاکم نیست. من به فوریت از همه مسئولین جمهوری اسلامی خواستارم حسین را آزاد کنند. سپاس از همراهی شما. لطفاً فراموش نکنین سابسکرایب کنین، زنگ رو فشار بدین و کانال ما رو به دوستانتون هم معرفی کنین. حتماً کامنت بذارین یا کلید لایک یا دیسلایک رو بزنین. اگر هم دوست دارین از ما حمایت مالی کنین یا روی کلید ثانکس یا جوین که در زیر ویدیو هست کلیک کنین. ممنون از حمایت و همراهی شما.